سلام به همه شما دوستان عزیزم، خیلی خوش اومدید به کانال محمود بیز در یوتیوب. ممنونم از اینکه نظرات خودتون رو با من در میون میذارید و ویدیوها رو بین دوستاتون دارید به اشتراک میذارید. امروز میخوام در مورد عبور از فیلتر باهاتون صحبت بکنم، کما اینکه خب حالا این روزها متاسفانه به دلایلی در کشور ما قطعی اینترنت وجود داره و خب هموطنانمون در برخی از مناطق نمیتونن به سایت های اینترنتی دسترسی داشته باشن. ما رو اون ادهی که دسترسی دارن به اینترنت جدای از این که میتونن از سایت های مختلف استفاده بکنن، از راهکارهایی میتونن استفاده بکنن برای عبور از فیلترینگ، نه عبور از نداشتن اینترنت. منتها شاید راههایی هم وجود داشته باشه برای اینکه شما بتونید زمانی که اصلا اینترنتی وجود نداشت بتونید به راحتی وصل بشید، کما اینکه نرم افزارهایی هم برای این زمینه هست. یا حتی اگه یادتون باشه ما زمانای قدیم به اینترنت که وصل می‌شدیم با دایالاپ وصل می‌شدیم، یعنی اینترنتی بود که کابل تلفن وصل می‌کردیم به مودم و بعد می‌تونستیم کانکت بکنیم به اینترنت و وقتی که کانکت می‌کردیم به اینترنت می‌تونستیم به راحتی از سایت‌های مختلف دیدن بکنیم. سرعتش توی ایران واقعا پایین بود. الان هم توی اینجور مواقع خب مطمئناً میشه از طریق دایالاپ و تأمین یه اینترنت بین المللی، نه اینترنتی که حتی داخل ایران، از شرکت های خارجی میشه تهیه کرد این سرویس اینترنت دایلاپ رو و میشه به راحتی به اینترنت با خدمات دهنده های خارجی میشه به راحتی به اینترنت وصل شد، ولی سرعتش دیگه پایینه و اینجا هزینه‌ای که برای شما میفته دقیقا هزینه تلفنیه که داره برای شما داده رو رد و بدل میکنه. تمام داده هاتون توی خط تلفن بر اساس خطوطی که ارتباط برقرار کردید بین شما و که میشید کشور اول و کشور دومتون میشه مقصدتون که اون شرکت ارائه دهنده اینترنت هست و خدماتشو داره به شما ارائه میده، این هزینه تلفن رو پرداخت میکنید و یه هزینه هم هزینه اینترنتتون رو. خب اینو گفتم من باب این که دوستان پرسیده بودن توی آموزش ها و این راه رو میشه برای اتصال به اینترنت جهانی به راحتی ازش استفاده کرد. اما میریم سراغ آموزش امروز. من میخوام امروز به شما مرورگر رو معرفی بکنم که همتون هم میشناسیدش. مرورگر اپرا هست. به صورت پیشفرض روی این سرویس شما میتونید از 4 تا آی پی مختلف در 4 نقطه دنیا استفاده بکنید. خودتون حتما میدونید خیلی از سایت ها ارائه خدماتشون رو در کشورهای مختلف محدود میکنن و شاید نشه به اونها دسترسی پیدا کرد، اما در مرورگر اپرا که نسخه جدیدش شما میتونید دانلود بکنید این قابلیت وجود داره که شما بتونید به راحتی با وی پی انی که روی خود مرورگر هست به سایت های مختلف دسترسی داشته باشید. خب این مرورگر وی پی ان بنده است. من میگم مرورگر وی پی ان، ببخشید اینقدر توپق میزنم. این مرورگر اپرای بنده است. من بازش میکنم یه صفحه جدید و توی این صفحه جدید کاری که من الان انجام میدم اینه که میتونم از آیکون اپرا که در سمت چپ و بالا قرار گرفته روش کلیک بکنم و گزینه یا میتونم از کنترل شیفت ان استفاده بکنم و یه صفحه امن رو برای خودم باز کنم تا بتونم از طریق این صفحه امن صفحات مختلف وبسایت ها رو مرور بکنم. کنترل شیفت ان یا گزینه نیو پرایو ویندوز رو میزنم تا صفحه برای من باز بشه. همینطور که میبینید این صفحه‌ای است که به صورت امنه، یعنی شما به هیچ عنوان لاگ هاتون و آدرس هایی که دارید توش مشاهده میکنید دیده نمیشه مگر اینکه شما از این حالت خارج بشید و در حالت مرورگر قرار باشه صفحتون رو تو مرورگر اصلی ببینید. یه بار دیگه بهتون میگم آیکونش سمت چپ گوشه عکس اپرا روش که کلیک بکنید باز میشه منوش و گزینه سوم نیو پرایو ویندوز رو میزنید یا کنترل شیفت ان که این صفحه برای شما باز میشه. ببینید توی این صفحه شما میتونید از قسمت جستجو کنارش یه وی پی ان نوشته، اگه شما روی این کلیک بکنید صفحه مربوط به وی پی ان براتون باز میشه که الان ببینید روی آف قرار گرفته، یعنی خاموشه. میتونید لوکیشن وی پی ان رو بعد از اتصال از این طریق میتونید تغییر بدید و آی پی آدرستون رو هم اینجا میتونید ببینید. راه دیگری هم برای اتصال وجود داره، اونم این که اینجا میتونید گزینه وی پی ان رو با کلیک کردن روی این گزینه میتونید آنش کنید و روشن بشه
و ازش میتونید به راحتی استفاده بکنید. بعد از اینکه این کار رو انجام بدید میتونید استفاده بکنید. خب من به صورت پیشرفت میام همینجا آف رو تبدیل به آن میکنم و اینجا هم ببینید این آی پی که الان به من داد. من میتونم مثلا آمریکا رو انتخاب بکنم، آسیا یا اروپا یا هر کشوری که میخوام. آی پی رو ببینید 244.33 آخرین اعدادشه. من میگم مثلا از آمریکا میشه 246.17، میگم مثلا از آسیا میشه 245.14، میگم نه از اروپا میشه 244.4. به صورت پیش‌فرض شما میتونید این قسمت رو به صورت اتومات بذارید که خودش اتومات هر آی پی که به شما داده استفاده بکنید. اگر از آمریکا خواستید خب روی آمریکا، اگر از آسیا خواستید روی آسیا، و اگر از اروپا خواستید آسیا. من میذارم آپشنال قرار باشه، قرار بگیر روی همون آی پی که خودش داره. و بعد میایم اینجا یه سایت رو مثلا باز میکنیم. مثلا ببینید من الان wikipedia.com توی ترکیه فیلتره. من میزنم wikipedia.com ببینیم آیا باز میشه یا نه. و بعد توی مرورگر معمولی هم من این کار رو انجام میدم که ببینیم چه اتفاقی میافته. خب میبینید که الان باز شد. من همین آدرس رو الان مثلا میخوام کپی بکنم، این صفحه رو من میبندم و میام اینجا توی مرورگر خودم اینجا پیستش میکنم و اینتر میزنم. ببینید سایت رو برای من اینجا باز نمیکنه. اما خب میتونید به راحتی از طریق سمت چپ آیکون اپرا رو کلیک میکنید و بعد کنترل شیفت ان یا همون گزینه نیو پرایوت ویندوز رو میزنید، براتون باز میشه. اینجا وی پی ان رو دوباره میریم اکتیوش میکنیم، دوباره همون آی پی رو برمیداریم و اینجا میگیم مثلا ویکی‌پدیا رو برامون باز کنه. همینطور که میبینید ویکی‌پدیا برای ما باز میشه. اینجا میتونید زبان مثلا فارسی مثلا بنویسیم، پرشین لنگویج. حالا میخوام یه مورد دیگه هم بهتون بگم. اگر قرار باشه شما این وی پی ان رو به صورت پیش‌فرض روی مرورگرتون قرار بدید، اون یه راهکار داره. اگر هم نخواستید همیشه مثلا با وی پی ان باشید، خب میتونید به صورت پیش‌فرض بیایید اینجا و وی پی ان رو آن آفش بکنید. خب من اینجا روش کلیک میکنم. مقدار داده ای که از طریق اتصال من به این مرورگر سنت ریسیو شده رو کاملا میتونید ببینید. اینجا یک گزینه ای وجود داره به اسم منیج که شما میتونید سیتینگ این قسمت وی پی ان رو از طریق اون مشخص بکنید. در صفحه سیتینگ اولین گزینه، اگر شما این گزینه رو اکتیو بکنید، مرورگر شما همیشه وی پی انش اکتیو میشه. یعنی شما به صورت پیش‌فرض مرورگرتون رو که باز کنید بدون اینکه قرار باشه کنترل شیفت ان بزنید، این صفحه براتون باز میشه و دقیقا میتونید همینجا آدرس رو بنویسید و وارد صفحه بشید. خب من اگر الان اینو بزنم وی پی ان اتومات تو تمام مرورگر من اکتیو میشه و دیگه نیازی به زدن کنترل شیفت ان وجود نداره. خب من میگم تو این حالت امن باشه که هر زمانی که خودم دوست داشتم بیام و این رو کلیک بکنم. یکی از مواردی که توی این وجود داره اینه که به هیچ عنوان داده هایی که شما توی آدرس بار وارد میکنید در کوکی ها ذخیره نمیشن. یعنی داده های شما واقعا امن توی سیستم اپرا ذخیره میشه و شما به راحتی میتونید از سایت های مختلف دیدن بکنید بدون اینکه قرار باشه کسی به داده های شما دسترسی داشته باشه. خیلی خوب، من اینجا الان اجازه بدید آدرس پیج خودم رو باز کنم. مثلا این خب من پیج خودم رو توی یوتیوب با وی پی ان و از آی پی کشور دیگری به صورت اتومات از طریق نرم افزار اپرا و مرورگر اپرا باز کردم که اینم خب پیج من. خب امیدوارم که از آموزش امروز لذت برده باشید. زحمت بکشید اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو بین دوستاتون به اشتراک بذارید و حتما کانال محمود بیز رو اگه برای اولین بار دارید میبینید حتما سابسکرایب کنید. ویدیو رو بعد از اینکه دیدید لایک کنید و برای دوستاتون هم به اشتراک بذارید. ممنون از وقتی که گذاشتید. ویدیوهای قبلی من تو قسمت ویدیو قابل مشاهده است و از قسمت پلیلیست هم میتونید کاتگوری یا بخش‌های مختلفی که برای ویدیو هم آماده شده میتونید اونجا بهشون دسترسی داشته باشید. برای همتون آرزوی شب و روز خوبی رو دارم. موفق و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتون.